سلام دوستان، محمد هستم با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم و در این برنامه از باید بدانیم به افشاگری جنجالی سحر زکریا در مورد فوت زهره فکور صبور میپردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. حواشی که در چند وقت اخیر در مورد سحر زکریا در فضای مجازی ایجاد شده باعث شده که موجی از قضاوت‌ها و هجمه‌ها روانه سحر زکریا بشه و بعد از فوت ناگهانی زهره فکور صبور و حواشی افشاگری امین فردین، موجی از واکنش‌های هنرمندان به سمت امین فردین روانه شد و حتی کار به دادگاه و شکایت هم کشیده شد. سحر زکریا که این روزا صحبتش از اینفلوئنسرهای جنجالی اینستاگرام هم بیشتر شده، با حواشی زیادی دست و پنجه نرم میکنه. از اتفاقاتی که در مورد مهران مدیری رخ داد تا لایوایی که بوی افشاگری داشت. ایشون نشون داد که در هیچ شرایطی از عملکرد خودش کوتاه نمیاد و همچنان به تاختن به بازیگران همکار و کارگردانها دست بر نمیداره و البته با منتقدان خودش هم در جدال سختی بود. سحر زکریا، بازیگر معروف ایرانی، از ابتلای خودش به بیماری هم خبر داد. این بازیگر پرحاشیه و جنجالی روز گذشته با انتشار پست‌هایی علت حضور کمرنگ در فضای مجازی رو در روزهای اخیر بیماری خودش عنوان کرد و سحر زکریا ابتدا در پستی نوشت: دوستان من بیمارم، فقط یادتون باشه دوستتون دارم و در کنارتون هستم، دلم تنگتونه و پیشتون، منو ببخشید چون حالم خوش نیست، عاشقتونم. حواشی که در چند وقت اخیر در مورد سحر زکریا در فضای مجازی ایجاد شده باعث شده که موجی از قضاوت‌ها و هجمه‌ها روانه سحر زکریا بشه. در چند روز گذشته لایوی بدون صدا از سحر زکریا در اینستاگرامش در حال انجام بود که ظاهر ایشون بسیار آشفته و در حال گریه و فریاد بودن. سحر زکریا جزء بازیگرانیه که انتقادهای تندش همیشه جنجال ساز بود و ایشون زاده 28 آذر 1352 در عراق، هنرپیشه سینما و تلویزیون ایرانی. سحر زکریا با بازی در مجموعه تلویزیونی در پناه تو در نقش دختر عموی رامین وارد دنیای بازیگری شد و سپس توانایی‌های خودش رو با بازی در نمایش‌ها و تئاترهای گوناگون آزمود. اما با بازی در فیلم مردی از جنس بلور بود که دیده شد و بار دیگه به تلویزیون بازگشت. حواشی سحر زکریا و مهران مدیری تمومی نداره و این بازیگر با انتشار پستی در اینستاگرام شخصیش نوشت که هرچی میخوام چیزی نگم، همش کامنت در مورد مدیری میذارید، خیلی بیخود میکنید، مگه من پستام در مورد مدیری بوده؟ الان چند وقت یادم نمیاد پستی در مورد آقاتون گذاشته باشم، پس تنتون میخاره، بیخود میکنید، من از هیچ کس عذرخواهی نمیکنم، حتما ایشون یه سمت دولتی دارن که اینجوری به من میتازید، اعلام کنن سمتشونو، هم به بنده و هم به مردم، اون وقت معذرت هم میخوایم. سحر زکریا بازیگریه که امروز جنجال‌های زیادی به پا میکنه و ماجرای ایشون از حمله به مهران مدیری شروع شد و حالا داخل خونه و در لایوهای خودش جواب تمام منتقدانش رو صریح میده. جنجالی ترین واکنش سحر زکریا که حواشی بسیار زیادی رو هم به دنبال داشت، انتقاد ایشون از مهران مدیری بود. هنوز چیزی از این انتقادها نگذشته بود که این بار در واکنش به حرفای پرستو صالحی، سحر زکریا لایو جنجالی دیگه رو هم منتشر کرد و حالا با توجه به حواشی عجیب و جنجالی و هجمه هایی که به سمت ایشون روانه شده، ایشون استوری هایی رو در مورد خداحافظی و همچنین حضور نداشتن در اینستاگرام میذاره و این قضیه نگرانی و شک بسیاری رو در مورد این بازیگر به راه انداخته. این هنرمند در روزهای گذشته به دلایل مختلف در اینستاگرام حضور نداشته و خواهرش علت دوری ایشون رو بازگو کرده. اما این تمام ماجرا نبود. سحر زکریا که مدتی تیتر خبرها بود، با کنارگیری از اینستاگرام مدتی از چشمها پنهان شد تا شاید کمی با آرامش به زندگی خودش ادامه بده. ولی بعضی از بازیگران هم نسل سحر زکریا بعد از فوت یا خودکشی زهره فکور صبور با انتشار عکس‌های مشترک با این بازیگر نگرانی خودشون رو نسبت به این بازیگر و حواشی به وجود اومده ابراز کردن. با این حال سحر زکریا باز هم در تیتر خبرها قرار گرفت و با لایوی جنجالی سکوت خودش رو شکست و اما سحر زکریا در ویدیویی دست به افشاگری جنجالی عجیبی زد و در این ویدیو گفت و اینکه برای اون همکاران مریض، فقط میتونم اسمشون رو بذارم مریض، چه پشت دوربین، چه جلوی دوربین، چه بازیگر، که یک لیستی من تهیه دارم میکنم و خبرش به دست من میرسه که چه کسانی هستن. با این لیست خواهم رفت قوه قضاییه، چون این دوستان در ایران هستن، این دوستان یک سریشون بازیگرها هستن که به امین فردین خوراک میدن. اسماتون رو دونه دونه برای من فرستادن و فکر نکنید که اسماتون قراره گفته نشه. خود من بعد از اینکه پیگیری قضاییم شروع شد و تک تک شماها رو خواستیم و صحبت راجبتون قرار شد بکنیم، بعدا من میام لیست رو هم خدمت همکاران هم خدمت شما مردم لیست رو خواهم خوند. حالا فعلا کاراتون رو انجام بدید، فعلا قراردادهای. سحر زکریا بارها داخل گفتگوهای زنده اینستاگرامی، پست‌ها و استوری‌های متعدد به مهران مدیری تاخته. البته بجز مهران مدیری، شهاب حسینی هم مورد حمله سحر زکریا قرار گرفته. او در یادداشت‌های جداگانه شهاب حسینی رو به رفتار مافیایی متهم کرده. اما جنجال‌های سحر زکریا به اینجا ختم نمیشه. ایشون در طول یک سال اخیر در مورد تهیه واکسن، جشنواره فجر، قضیه برق، حذف تصویر دختران از ریاضی سوم و غیره موضع‌گیری‌های اغلب تندی داشته. بعد از این جنجال‌ها ایشون در فروردین امسال مدعی شد که به دلیل اعتراض به عدم تهیه واکسن بعد از فوت علی انصاریان از سوی صدا و سیما ممنوع تصویر شده. سحر زکریا بازیگر سینما و تلویزیون داخل سالهای اخیر با بازی در نقش‌های مختلفی توانمندی‌های خودش رو ثابت کرده و ایشون با بازی در سریال‌های طنز مختلفی به کارگردانی مهران مدیری بین مردم محبوبیت ویژه‌ای برای خودش رقم زده. سحر زکریا مدتی پیش اعتراض خودش رو به مهران مدیری بابت توهین به خودش و همکارانش نشون داد و مدت هاست که ممنوع کار شده و چندی پیش داخل مصاحبه‌ای به رامبد جوان و گوهر خیراندیش و پشت پرده سینما با لحنی بسیار تند یکی از بازیگرای پیشکسوت رو مورد انتقاد قرار داده و ایشون در این مصاحبه گفته خب حالا باید دید که بعد از این اظهارات طوفانی و جنجالی خانم بازیگر چه واکنشی از سوی این افراد و اهالی هنر به این بازیگر داده میشه که باید در آینده منتظر اتفاقات بعدی باشیم. خب دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.